دوستان عزیز سلام، وقت همه شما بخیر. آرزوی سعادتمندی همه شما را دارم. هر جایی که هستین آرام باشین. انتقال پدیده شوم بچه‌بازی از افغانستان تا اروپا و هم امریکا. در برنامه با ما همراه باشین دوستان نازنین، ویدیو رو تا آخر ببینین و امیدوار هستم که عزیزایی که بیننده برنامه هستن چینل ما را به خاطر ویدیوهای بعدی ما سابسکرایب بکنن و همچنان با دوستاشون شریک بسازن. خب در شروع میخوایم دوستان نازنین موضوع رو بر شما بگویم. این پدیده شوم بچه بازی زمانی که یعنی در افغانستان خیلی اوج گرفت و هنوزم ادامه داره، یعنی به یک شکل ادامه داره. این بر تمام شما معلوم است که یک تعداد انسانهای جاهل، یک تعداد انسانهایی که از دین آگاهی نداره این کارا رو میکنه. اصلا یعنی به موضوع دینی اینا هیچ اصلا وابسته نیست، یا حتی بگویم که باورم ندارن. در صورتی که اینا باور داشته باشه پس این کار انجام نمیده. و تماما مطمئن هستم که تمام شما عزیزا و تمام افغانای عزیز ما از این پدیده منفور نفرت داره. یعنی زمانی که این موضوع رو میشنون به مصطلح عام مو یادم میخیزه از جان آدم، که یعنی چقدر یک کار زشت، چقدر یک کار ناروا، چقدر یک کار غیر انسانی و غیر اسلامی صورت میگیره که در یک محفل عروسی میشه، یک محفل که بین خودشان از خودمانی است، هر چیزی که هستن اینا میان یک بچه را لباس زنانه میپوشانه، در پای اونا پای زیب است یا زنگ میگن، او رو بسته میکنن و در محفل اینا میرقصارن. اگر باید داشته باشین چند قبل که روی این موضوع روسیا تودی تلویزیون روسی که از روی این موضوع یک داکومنتری یک مستند ساخت که چقدر غوغا به پا شد. خب یعنی ما وقتی که افتخار میکنیم که مثلا تاریخ 5000 ساله داریم و این رقم فرهنگ داریم دیگه داریم، با این کارا ما به تمام دنیا، یعنی تمام دنیا ما را میشناسه که والله از دید امی طبقه مردم کی کارا را انجام میدن، یعنی افغان بچه باز یکی و خلاص. اما جای تاسف به این از کسایی که مثلا در داخل افغانستان گفتم این کارا رو انجام میده، طبقه جاهل، طبقه نادان، طبقه بی سواد، طبقه‌ای که از دین آگاهی ندارن، از فرهنگ خود آگاهی ندارن، اینا این کارا میکنن. خب این پدیده منفور است، اینا هم باید این کارا نکنن. اما بازم که بر بگردیم میگیم خب جاهل است، بی سواد است، نادان است، از دین آگاهی نداره، آدمایی هستن که درست حسابی نیست. اما زمانی که میبینی که این کار در امریکا صورت میگیره، این واقعا که متاثر کننده است. چرا که افغانای عزیز ما که در اوج زندگی میکنن، خب طبعا یک سال، دو سال، ده سال، هر چقدر وقته که در اوج زندگی میکنن، اونا خب از لحاظ روشنگری، یعنی روشن از فکرشان، اگر از لحاظ سواد بگی یا تحصیل بگی، خب حتما یک تحصیل کردن در اینقدر مدت که در اوج بودن. اما اونا چرا این کار انجام میدن؟ شما یک ویدیو کوتاه را در اینجا ببینید که این پسر افغان با لباس که پوشیده و یک لباس زنانه ای روی خود داره و با مو مکپ است یا هر چیزی که خود آماده کرده، یا با مو باری لنگویج بگویم گفته یکان تا که یعنی خود تکان میته در این ساز سرود چی رقم، یعنی اکتای زنانه میکنه و از این قبیل گپا. شما اینو ببینید، بعدا باز در ادامه صحبت میکنیم. خب شما دیدین دوستای نازنین، فرق این بچه بازی با او بچه بازی چی است؟ شاید یک تعداد بگویید که والا او کلاسیک است، مدرن است دیگه. او را کسای انجام میده که سایب گفته یکان تا پاچه کشال است یا پاچه بلند است یا به این رقم سرواز هستن، اما اینا خیلی مدرن است و لکس خود جور کرده آمده این کار انجام میده. خب در افغانستان حداقل اگر بگوییم رو فقط در بین مردم میرخصانن، اما متاسفانه در اینجا ببینید که هم خانمایتان هست، هم خودتان هستین، هم طفلا در اوجه هست. شما میگیرین بچه را در محفل میارین و با ادای زنانه اونا در اوجه رقص میکنن. خب یکی که مثلا ما در محفل عروسی میریم به خاطر که دوست هست، رفیق هست، یعنی امو یک گفته یکان تا خود یک شور میتیم، خویی موضوع شلاید است. اما یک شما یک نفر میارین اونجا گفته یکان تا کرایه میگیرین، فیس به او پرداخت میکنین که شما بیاین در محفل ما برقصین، این کار واقعا متاثر کننده است.
این دقیقا همو کار است که در افغانستان هم میشد و امروز شما در اروپا هم میر انجام میتین. خب زمانی که محفل عروسی برگزار میشه، زمانی که مثلا یک محفل ختم قرآن شریف است یا هر محفل دیگه که یعنی در بین افغان ها مروج است، وقتی که ایره انجام میتیم، خب طبعا در اوجه که شما زندگی میکنین، چند ساله که در اوجه عمر سپری کردین، طبعا شما همسایه ها دارین، همسایه های خارجی دارین، شاید حتی یک قوم خیشی در بینتان حتی صورت گرفته باشه، یا شریکای کار دارین یا همکارا دارین. اینا وقتی که شما میگین ما محفل عروسی داریم، طبعا اینا میاین در محفل شما اشتراک میکنه تا اینکه بیایه که فرهنگ افغانستان و فرهنگ ای افغانای عزیز ما رو ببینه. یعنی شما دقیقا دیجه رول کسی را دارین که فرهنگ خود معرفی میکنه به جهان دیگه و به کشورهای دیگه، به مردم دیگه. امی از فرهنگ ما و توقع هم داریم که فرزندای ما، کسایی که در اوج بزرگ شدن، اینا یعنی به تشویش هم هستیم که والا اینا خدا کنه که فرهنگ افغانی رو از یاد نبرن. یعنی یک تعداد خانواده ها هستن امرای ما به تماس میشه، اونا یک تشویش بزرگی که داره ایست که میگه اولادای ما که در اوج بزرگ شدن، ما تشویش بزرگی که داریم ایست که فرهنگ افغانی را از یاد نبره، امو رسم و عنعنات، امو مثلا هر چیزی که از خلاصه امیر از یاد نبره. اما با این کار شما چی میکنین؟ در این محفل هم طفل وجود داره، هم بزرگ وجود داره، هم پیر است، هم کلان است، تمامشان وجود داره. خب وقتی که شما میایین بازم در این محفل بچه را میرخصانین، خب او طفل از شما چی یاد میگیره؟ خب طبعا میگه البته این فرهنگ است دیگه، و شما مطمئن هستم دیگه که براز اونا نمیگین، یا شاید هم بگوین اما در گوش از اونا کار نمیکنه، چون که افغانستان ندیده. اما اونمو کار را که شما در اوج انجام میتین، یعنی از دید تفلایتان، یعنی می کار است که افغانای ما در افغانستان انجام میتن، یعنی می کار است که فرهنگ افغانی ماست، در حالی که تا یک چیز نیست. خب این عزیزی که مثلا در محفل خود این رقم افراد میاره دعوت میکنه به عنوان یک رقاص یا رقصنده، خب اگر مردم میره دعوت میکنه بچه باز است، و اگر خانم هم دعوت میکنه بچه باز است. شما با این کارتان چی رو ثابت میسازین؟ بر اولادایتان چی رو ثابت میسازین؟ خب سبا اگر اولاد خودتان وقتی که میبینه که، یعنی خب به نظر از اونا یک کار درست است، چون شما به عنوان یک کس رو آوردین و دیجه معرفی کردین که اینا رقص بکنن و بعد چهار دو بغل میشینین چک چک میکنین و دوستای بسیار گفتگان تا احترامش رو میکنین، برای از اونا پول پرداخت میکنین و تشویق میکنین، یعنی تمامتان مطمئنن دیگه که موبایل ها رو کشید از اون فلم میگیرین. خب طبعا وقتی که محفلش خلاص میشه تا امراشون سلفی میگیرین، خب طبعا اولادای شما به این کار تشویق میشه. آیا شما اجازه میدین که اولادتان میرقم یک چیز شد؟ وقتی که اجازه نمیدین، پس چرا این کار شما خودتان میکنین؟ چرا او رو میارین به عنوان یک فکر بکنین، به عنوان یک آرتیست دیگه شما او رو میارین در اوجه که بیاین یک رقص بکنین و فیستان و منم قدر خدا میدانه چقدر گفتی اگر چانه و چونه زنی میکنین دیگه در اینجه. خب طبعا فردا اولاده شما هم میرقم میشه. به این شکل افراد مثل نجیب فیض که از وقتی که میبینین که به این کارهای یعنی احمقانه بگویم دست میذاره، بازم میبینین که افغانای ما اونا را هم تشویق میکنن. یعنی دقیقا اینا یک گروپ واره است، یک گروپ است دیگه. نجیب فیض هم میایده محافل اشتراک میکنه، اینا هم میایده محافل اشتراک میکنه. یعنی شما هستین که اونا را میخواین که تک کار را بکنن. اگر شما نخواین، اگر شما تشویق نکنین، پس اونا این کار را نمیکنن. به عنوان مثال شما در ابتدا در فضای مجازی میدین که یک خانم بود به نام رئیس مریم که میامد ویدیو میگذاشت، سیگرت میزد، نمیفهم دوست پسر خود در پاری خود میآورد، اونجا بوتلای شراب نشان میداد، از این قبیل گپا. اما رفته رفته اینا به چند نفر دیگه تبدیل شد، یعنی کسای دیگه هم وقتی که دیدن که والا مردم اینا تشویقش میکنن، مردم ویدیوهایش رو میبینه، از این درآمد هم داره، خب چقدر کار خوب و آسان پیدا شد، شویشار نمیفهم و دیگه و دیگه و دیگه به این شکل.
و امروز هم اگر شما جلوی این کارها را نگیرین، این زیادتر میشه. حال مثلا نجیب فیض بود، بعد از این آمد، وقتی که ببینین چند نانی دیگه هم هستن که اینا میان لایف میان صحبت میکنن و به مشکل چتیات و مزخرفات میگیره بیان میکنن. این فرهنگ ما نیست. کار را که اینا میکنن فرهنگ ما نیست. شما به عنوان افغانایی که چی داخل چی خارج که هستین، در خارج زندگی میکنین، خاصتا به عنوان یک افغان، به عنوان کسی که شما زمانی که امرای یک خارجی، امرای یک دوست خارجی تان صحبت میکنین، از تاریختان یاد میکنین، از شهامتتان یاد میکنین، از غیرتتان یاد میکنین، از رسم و رسومتان یاد میکنین، از ای که چقدر انسانای مؤدب، چقدر انسانایی که اعتقاد خداوند دارن، از این صحبت میکنین، شما باید این کارا را و این رسم، این پدیده شوم باید که از محفلاتون بردارین. در افغانستان وقتی که اینا میرقصن، یعنی کسای یا در یک محفل خودمانی است یا هر چیزی که است، خب تنها مردا اوجی هستن میرقصن و میره پشراش، اما یک تعداد جاهله که یعنی امی کار را میکنن در داخل افغانستان، یک تعداد انسانای جاهل، انسانایی که از خدا دور هستن این کار را میکنن، خب دنبین مردا امی کار انجام میشه و میره. اما جای تأسف و تأثیری است که شما در بین خانواده هایتان میارین، یعنی خانمتان است، دخترتان است، طفل خردتان است، بزرگتان است، در بین از اونا میارین، اینا را میرقصانین و بر اونا نمایش میدین. در فرهنگ افغانی چون این چیز نیست. و در کابل قدیم یا در زمان سابق، خب امروزه هم هست، ایره گفتنم میتونم که هیچ از او گذشته ها چیز باقی نمانده، یعنی محافل عروسی قبیل گپاک می بود، تعداد جوان ها، موسفید ها، همون قوم خیش که با هم یک جامعه شدن، همی ازدواج صورت می گرفت، چقدر یک رسم و رسوم عالی بود، خینه ماندن بود، آینه مصاف بود. و بعد از او گفته اگان تا مو چلالی شیک صورت می گرفت، یا مو گل انداختن به گردن عروس و داماد که صورت می گرفت، و به عنوانی که بعدن همی جوان ها به این خود خوشحالی می کردن و از این قبیل گپا، امو رسم، امو رقص مردانگی فقط اونمو اتن بود. کاکا، ماما، بچه اما، بچه خاله اینا دمون یا دخترای خاله اینا کلشان به هم یک جا میشدن، اما وطن افغانی رو میکردن. اما چیزی رو که امروز در اینجا، یعنی چی در اروپا، چی در داخل افغانستان، یک تعداد البته در داخل افغانستان، اما در اروپا وقتی که چیزایی رو که ما میبینیم اصلا از اون چیزا دیده نمیشه، هیچ چیز باقی نمانده. ما کوشش بکنیم که اونمو فرهنگ اصیل بر اونا نمایش بده، نه این رقم پدیده منفور بچه بازیره. به عنوان جمع‌بندی برنامه برای شما دوستای نازنین بگویم که عزیزایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، یعنی زمانی که یک عروسی یا ازدواج که صورت میگیرن، کوشش بکنین که همون فرهنگتان رو برای اونا بشناسانین، که یعنی افغانها اینت یک فرهنگ ناب داره، نه ای که در محفلشان بچه میرقصه. در غیر اون صورت فردا باز این شکایت نکنین که والا ای بچه ما با فلان بچه ازدواج کرد، یا ای دختر ما با فلان دختر ازدواج کرد، در حالی که شما اگر جلوی این کار نگیرین، اما تا یک چیزا میشه. از همه شما خوبا تشکر، تا برنامه بعد، خداوند یار نگهدار.